دیگه کلا بزن سرت زمان تایته زمان تایته اه... آه نه برای روغن و اینا زمان تایته اه... <تصفح> عدا خود رو درم سه, سه, سه صفحه سه صفحه سه صفحه من ریزم نوشتم سه صفحه تو درشت می نویسی ببخش نه یعنی میگم بیشتره من بدتر اوزام یعنی چه احساسی داری که اپیزود آماده کردی؟ خیلی حس سختی بود چرا؟ الان میفهمیم ما چیم خب من توست کنم ببین خب چند سیزن فعالیت نداشتم من اون موقع زیاد فعالیت نداشتم بعد اپیزود آماده نکرده بودم اینا این هفته اصلا عجیب یاد دانشگاه افتاده بودم <applause> واقعا هفتم سخت بود برای همین هفته سخت شده بود؟ نه نه اون که سخت بود این هم یه چاشنی خیلی قوی بود همینطور استرسی من من نگام با این حال بازم از چیزی که آماده شده اونقدر راضی نیستم ولی خب حالا با هم پیش میریم و پرزیدنت <تصفح> ناراحت نه نه نفس های خیلی عمیق <تصفح> خب، و خب <تصفح> <متمرکز فوكس> و محکمی داره با میگفتیم توی این چی میگه؟ متمرکز فوکست هم من نمیشنم چی میگه یعنی شما باید بگید بله بله تو این چیز دیبیت مناظره که داشتن معلوم بود یکم تکیده شده بود آره آره ضعیف شده بود الان هم که این صدا نفسش بیان معلومه که این مریض روزای آخره روش تاثیر به سزای گذاشته جونم برات بگه که چی میخواستم آها برای کسایی که نمیدونن چطور قیافای ما اینطوریه ما بخاطر هالووین تصمیم گرفته بودیم که لباس های هالووینی بپوشیم بال ماسکه انجام بدیم و به اینجا رسیدیم دیگه رئیس جمهور ترامپ منم هم سسیسه و آقای اسکلت مرگ چیز خاصی هستی؟ تنی؟ اسکلت و اون از کجا میاد؟ این خب مشکی بود دیگه زنانه است نه نه با حال نه جالبه یه سری مثلا میتونی یه کلاه زنانه اسکلت رقص هم بلد بودی مثل مایکل جکسون ریلر میرفتی <applause> آه مثل ما یم سامای جکسون درسیم تو, تو انقدر نمیشنوی من چی میگم نه آخرشو ما نه. چیز شو آخرش... داد میزنه نه آخه این ممشنب. گوشاش بسته است تو هم مافلی واقعا خیلی خفه این میتونی <applause> یه این, این تو باشی بگمید من چی میگم ببین هدفون میخوای برات اپسود نه سعی میکنم اینجوری بشن هدفون میخی میخی نیست می ما خیلی سعی داره به بدترین شکل اسپانیاییو صحبت کنه بریم به رو بریم شروع کنیم بریم, بریم دکمه ما رو میزنی؟ سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در قوازم. کنار من قوازم. من کازمم در کنار من پریزیدن ترامپو داریم سلام سسیسه سلام و فرزاد نه اسکلت سلام اپیزود 256 ماست بعد از 18 تا فصل فرا تصمیم کال میکنی دارم همینطوری آقای خیلی درازه <applause> فرهاد تصمیم گرفته که اپیزود داره و میخوایم بشنیم ببینیم که چی داره سوکی سوکی. از کجا میخواد شروع کنه و در چی میخواد صحبت بکنه تو تو داری اپیزود تو شروع میکنی من برم ببینم اگه میتونم دمار یه ذره بیارم پایین مرسی واقعا نیازه چون من از تو دارم برو برو میپزن خب من از اینجا شروع کنم که یه کتابی رو چند هفته پیش خوندم شروع کردم خوندن و حالا تموم شد خیلی برای خودم مفید بود خیلی به کمکم اومد و گفتم که بیام اینو توی قالبه دو اپیزودی مطرحش بکنم با بچه ها صحبت بکنیم از تجربه هم بشنویم اگه خواستن به اشتراک بذارن و اینکه آره کلا من از اینایی که یاد گرفتم و کمبودایی که بوده و اینا صحبت کنم و به اشتراک بذارم بفرمایید کاظم کتابی که کل کازم ما دست دادیم چه کازم سوسولی سر زفت این اسلو موشن اینو در بیار بعد یا میم میشه همش میم میشه موجی بدو برو اسم کتاب هست احتمالا خیلی اسمش شنیدن The Five Love Languages languages of love. Love languages? Oh? Five, uh, uh, the five love languages. Oh? Uh, نوشته آقای پنج زبان عشق. گری چپمن. بله. این خیلی کتاب معروفی هست و در بین زوج اینا خیلی استفاده میشه. یه کویز هم داره، یه اپی داره که من توصیه میکنم حتما از اون اپ استفاده بکنید. تا اپیزود بعدی که قسمت دومش دو رو میریم خیلی باحاله. یه ایده به شما میده که شما چه شخصیتی دارید توی رابطه و از چه زبانی استفاده میکنید و زبان عشقتون چی هست من بادی لنگویج زبانم اتفاقا هست یکی از زبان های عشق بادی و تاج این قیافه کارون خیلی باره چون خیلی جدیه و این نگاه میکنه آدم دنبال بقیه‌شه خب آره من زیاد دوست نداشتم که اپیزودی که میرم حالا حالت خلاصه کتاب توری باشه ولی دیگه شو ولی اینطوری شده حالا سعی کردم که یکم از بیشترش از زبان خودم باشه در صحبت هم، هی از پارتنر و همسر و اینا از این کلمات به صورت جایگشتی اینترچنجبل جایگزین آره به جایگزین استفاده میکنم حالا نه به کس بر بخوره نه چی The partner. آره، پارتنر به پارتنر ها بر نخوره آره از ازدواج میگم اینا منظور همون رابطه است در کل حالا ازا, ازا نباید توی رابطه تعریف شده ازدواج باشن نه. با اضافه کارا توی این قضیه حساب نمیشن <تصفح> نه دیگه شما باید توی رابطه متحده <تصفح> آ <آه>، تعهد میخواد <تصفح> از خانوم پس هست <تصفح> <تصفح> خو؟ این کتاب مثلا شروعش اینه که میگه مثلا ما زبان زبان مادری که خودمون باش به دنیا میایم خیلی به خوبی صحبت میکنیم بهش واردیم و وقتی که مثلا میخوایم مهاجرت بکنیم یا کلا میخوایم یک زبان دیگه یاد بگیریم که از اون زبان استفاده کنیم خب به طب اوایل خیلی سخت تا بیدنیم اول به اوایل خیلی سخت ما یادگیری صحبت کردن خوندن و حتی شنیدن اون زبان و مثلا درک اون زبان و خب تمرین نیاز داره ممارست نیاز داره تا ما اون زبان رو بتونیم به چیره بشیم و وقتی هم که با یکی که زبان اصلیش با ما فرق روبرو میشیم خیلی محاوره و ارتباط برقرار کردن سخت و محدوده فوقش میتونیم اگه که هیچی از اون زبان ندونیم بتونیم با ایما اشاره یا همون زبان بدنی که ایما بله. با صدا در آورد بعض صدا آه, بتونیم <تصفح> بله. <تصفح> <تصفح> مثلا آهان گفتن مثلا <تصفح> آهان. بتونیم مثلا یه ارتباط خیلی دست و پا شکسته برقرار کنیم <تصفح> در بحث پیچیده و شیرین هم جون <تصفيق> <تصفيق> زبان عشق و احساسات شما و پارتنرتون میتونه متفاوت باشه همونقدر متفاوته که زبان فارسی و انگلیسی و چینی با هم تفاوت داره و, و این کتاب اومده پنج زبان ابتدای عشق که ما میتونیم صحبت کنیم و بفهمیم رو معرفی میکنه و همونطور که تو هر زبانی هم گویش های مختلف داریم توی این زبان هایی که معرف میشه توی این پنج زبان اونها هم به عنوان زیر مجموعه گوش های مختلفی داره که حالا به به عنوان مثال به چند تاش اشاره میکنیم وقتی که جلو میره بعد عرضم به حضورتون که خیلی هم به ندرت پیش میاد که دو نفر که با هم وارد رابطه میشن زبان عشقی یکسانی داشته باشن که اه. هم دیگر اتوماتیکلی بفهمن و با این مسائلی که حالا صحبت میکنیم روبرو نشن و به درد سراش نخوره یعنی تو اون دست زبان ندونستن نیفتن اصولا همه به این به این بر به این مشکل برمیخورد دو چهار میشه خب و ما عموما زبانشقی خودمون رو صحبت میکنیم و گیج میشیم مثلا نمیفهمیم که وقتی داریم عشق و ابراز میکنیم و مثلا محبت میورزیم و اینا طرف مقابلمون نمیگیره یا اون یا اون ریاکشنی که انتظار داریم در مقابل اکس اون عمل. اون آره اون اکسال عمل رو نمیگیریم و گاهی اوقات عصبانی میشیم به اون بر ولی داریم صادقانه و به خیال خودمون عشق میورزیم ولی بل. اون پیغام رو نمیتونیم برسون. انتقال بدیم درست بل. برسونیم چون اصلا داریم کاملا به زبان دیگه صحبت میکنیم طرف انگلیسی ما داریم چینی صحبت میکنیم و من به چینی بعد کانتونیز یا بعد 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 میگه که اصولا بعد ازدواجه که نیاز مبرم و ما حس میکنیم و وقتی که دیگه کاملا لخت ماجرا شدیم و شیرجه زدیم تو عمق حالا من میگم امروز فقط لخت ماجرا نشیم دیگه با همین لباس ها کافیه نیاز مبرم ایجاد میشه که آقا ما بریم دنبال یادگیری این زبان دومه و تمرین و تکرار رو همینطور ممارست تا ما بتونیم به اون زبان یه سری پکا هم هست میفروشن که موفق باشد. حالا من این پنج تا تا زبان رو خیلی تیتروار میخونم امروز توی این اپیزود به دو تاش به صورت به صورت خلاصه نگاه میکنیم سه تا بعدیش به دلیل که حالا تو اپیزود بعدی میگم سه تا سیزن دیگه تو اپیزود بعدی میاد این این زبان ها اولیش از words of affirmation یا مثلا میشه کلمات آشغانه. کننده یا تاکید کننده حالا کارون این وسط به من کمک بکنه اگه من تو برگردانش کاستی داشتم دو بهترین دایره لغات دارم یکی از بهترین دایره لغات دنیا رو دارم بله آقای ترامپ دومیش هست کوالیتی تایم یا گذراندن زمان با کیفیت با بله. همسر یا پارتنرتون ریسیوینگ گیفتس گرفتن هدایا و کادو اکتس آف سرویس یعنی یه کاری برای عشقتون میکنید یه, یه حرکتی انجام بدید خدمتی بکنید بله و پنجمیش که اصولا خیلی طرفدار داره فیزیکال تاچ هست که این بشه اشاره داشت اول کار زبان تاچ بره. آره زبان آره تاچ و لمس فیزیکی بله ورز که گفتم یه زبانی که خیلی از کاپلا بلد نیستن و یاد نگرفتن که چقدر قدرت استفاده از تعریف و تایید تع... کردن طرف مقابلشون مهم و زیاده اه. اصلا بلد نیستم اینو ها آره. فقط مسخره میکنم اصولا هم خیلی ساده و مثلا سرراست هستن این عبارات یعنی هیچ چیز خارق العاده ای نیستن مثلا خوشگل شدی امروز دقیقا مثلا. دقیقا تو چقدر چه موی زیبایی آره تو مثلا من چه آرایشی داری چه <تصفح> دوست خوبی چه آرامشی داری <تصفح> <ده>. <تصفح> آره حالا نه به این شدت مسخره ولی مثلا موهام مو اومده با جلو چشم با. مثلا من تو همیشه منو رو میخندونی خیش. تو مرسی که مثلا هر روز من رو میبری سر کار واقعا در همین حد ابتدایی ولی خیلی ها تو گفتن اینها کوشا نیستن یا اصلا به زبون نمیارن خیلی ها نمیدونن که واقعا چقد چقدر چقدر بدم من تو این چقدر مهم تحصیل گذاره آره. ولی خب در اینها هم باید حواستون باشه بزن. که این آروم آروم, آروم به تمل به تملق و چاپلوسی از طرف مقابلمون تبدیل نشه و یا نخوایم از این زبان استفاده بکنیم که بخوایم به اهدافمون برسیم یعنی غیر مستقیم بخوایم رو تعریف طرفمون رو بکنیم تا به هدف دیگه هدفتون چیه من چه, چه تاثیری میذاره این تعریف و تمجید کردنه ببین تاثیر روان تاثیر که روان تا طرف از... مقابلت بگو نه من فکر کنم میخواد بگه که یکی از زباناست و مثلا اگر که طرف مقابل تو زبان حالا عشقش تعریف و تمجیده تو اینطوری میتونی طرف خوشحال نگه داری تا مثلا اینکه هی بری میفهمه. دست بکشی فیزیکال تاچ اینو میفهمم میخوام بدونم چه تاثیر روانی توی ذهن طرف مقابل داره تو... کسی حالا این تعریف رو میکنه در واقع میگه که من میبینم تو داری چیکار میکنی و اون کسی که نمیکنه خب از اه... نه خی... خیلی دیپ اعتماد به نفس طرف میره بالا نمیدونم این اینو توی گویشاش بهش اشاره توی آره نکته خوبی گفتی ولی خب اصولا کسایی که زبانشون این هست ورزا و فرمشن یا کلمات تصدیق یا تاکید کننده و این ها این این, ها این رو از طرفشون نمی‌بینن چه این تمرین کرده بودید دیگه این ها در زده میشن سرد میشن تو، توی, طولانی مدت چون اون زبان اون نمیگیرن اون اون سیگنالی که باید طرف مقابلشون بگیرن یکی از گویش‌های معروف این زبان Uh, encouraging words هست یا کلمات تشویق کننده دلگرم کننده uh, که میگه که ما همه بخشایی داریم که توش احساس ناامنی یا تو پرانتز این میکنیم و اون شجاعت مورد نیاز رو نداریم و این باعث میشه که خیلی وقتا نتونیم کار مثبتی که میخوایم رو انجام بدیم بعد میگه که خیلی وقتا اون پتانسیل نهفته تو ما رو آره اون میگه که خیلی وقتا اون پتانسیل نهفته ای که توی پارتنرمون هست نه. ما اگه از این کلمات تشویق کننده و دلگرم کننده استفاده بکنیم و اونو یه هولش بدیم باعث میشه که اون بتونه از اون پتانسیل نهفتش استفاده شکوفا بشه. آره شکوفا بشه و ولی خب دوباره اینجا باید دوباره حواسمون باشه که نخوایم زور بکنیم طرف مقابلمون رو به اون کاری که ما فکر میکنیم خوبه بره دنبالش و بخواد اون کار رو حتما انجام بده بعد ببینیم که اون خودش علاقش چیه پیش زمینه ها چیه و اگه خاص کاری رو انجام بده ما تشویقش بکنیم ترغیبش بکنیم و اون ساپورتر رو واسش داشته باشیم که این خیلی کم پیش میفه کنم اینطوری که معمولا ما یه پیش زمینه, زمینه ای توی ذهن خودمون داریم از جوری که طرف باید زندگی بکنه بعد مثلا اون طرف علاقه داره به مثلا ساخت پادکست نه بابا مثلا بیا برو آرایشگر شو به زور هی میخوای بهش بگی اون سمتی تشویقش میکنی بدون اینکه به فهمی طرف واقعا چی میخواد درست. 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 درست دقیقا چون تو ذهن چون چون کلا بدیم نمیبینی بدیم خیلی آره بده. بده. واقعا این اینا یعنی میای از یکی از این زبان ها سوء استفاده میکنی مثلا اون طرف یا اشتباه استفاده آره یا اشتباه حالا آخد. بعد این در ادامه حرف ایمان این ترغیب و تشویق کردنه نیاز داره که ما دنیا رو از دید پارتنرمون ببینیم و باش یک دلی داشته باشیم امپاتی نمیدونم نتونستم کلمه یه بگم همزاد پنداری همزاد میکنه. پنداری باش بکنیم یعنی به قول میگن بیا با کفشای من راه برو اون اون تجربه که اون داره سعی قولی تو انگلیسی میگن دیگه ما پایه من راه بادم پایه رو و انگلیسی ب... میخوای بگی امپاتی نه 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 اون واکینگ این ماشین آره واکینگ ماشین خب و یاد بگیریم که چی برای اون اهمیت داره نه ما. یعنی دقیقا رو صحبت که ایمان گفت من اینو ادامه دادم و اگر هم از اون دسته افرادی هستید که عموما گیر میدین نق میزنید و محکوم میکنید البته این هم میگم میگم می میکنید اینا خودمون هم خود ای طوری. من خودم, من خودم, از خودم دارم میگم حالا در ادامهش توضیح میدم میکنید طرف مقابلتون رو آ... آره اگه همیشه طرف مقابلتون نقد میکنید و همیشه کنایه میزنید و اینا یکم یاد گرفتن این گویش براتون سخته ولی نیاز دارید و نیاز مبرمتونه که یاد بگیرید اگه که پارتنرتون و همسرتون این زبان رو داره من خودم اگه یه کامنت شخصی بخوام روی این داستان بدم این بود که من حالا هم خیلی گفتم راجع به دانشگاه تجربه دانشگاه از حالا یه مقطعی به بعد که من وسط دوران دانشگاه ازدواج کردم بله متشکرم خب همسر من به من کمک کرد که من اون ترسی که داشتم نسبت به تغییر رشتم و اون فکری که داشتم و اینو ولی خب همش چه دسته گرمی داره ایما یه حب دستان نیدین کسایی که اینطور یه دست طرف ها میگیرن به من کمک کرد که من این جسارت رو پیدا بکنم و واقعا اون دکمه اون رشته قبلی رو بزنم و رشته عوض کرده بودی آره من من دو سال و نیم اول علوم عمومی خوندم بعد تغییر دادم به علوم حیوانی آره که خب خیلی دقیق تر و خیلی متمرکز تر شده بود فقط روی حیوانات و خب واقعا اصلا هم فع نوع فعالیتم هم تو دانشگاه هم نمرات و اینا که حالا به صورت ظاهریه خی خیلی تغییر کرد و هل. واقعا من همیشه ممنون داره همسرم هم سن سن به خاطر این داستان ممنون که ممنون واقعاً من واقعا ازت تشکر ممنون داره. آره ها... خیلی تو اصلا تو کادر نیستی یه ذره اینو بیاریم برتر نمیدونم چرا شیطونی که از اینا شیطون ای 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 رف ای خمیازو بکشم پشت <applause> راحت بود خمیازش رو آره این یه مثال حالا شخصی بود که من با اون جسارت رو توی تو به وجود آورد که تو بری دنبال پتانسیل واقعی خودت آره دقیقا یکی یک گویش دیگه این افرم، افرمیشن ورز افرمیشن هامبل ورز هست یا اینم هم بازم هم میخوام کارون کمک کنه کلمات کلماتی که از فروتنی میان آره هامبل آره. 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 ولی هامبل ورز رو نمیدونم فارسیش جوونش چه میشه میگه خازعانه خازعانه میگه که عشق میگه عشق بیشتر با درخواست و خواهش یا همون ریکوست سر کله میزنه و دست و پنجه میکنه تا تقاضا مطالبه کردن تا دیمند کردن رابطه فرزند رابطه آره والدین فرزنده نیست که مثلا بخواین شما به بچه سه چهار ساعتون بگین چیکار کنه چیکار دست به خیار چیکار نکنه چون بچه،, بچه نیاز داره که شما راه بش نشون بدید ولی تو زندگی مشترک ما دو تا شریک بزرگسال و مساوی هستیم برای همدیگه و اینکه با هم صمیمیت‌تر و نزدیکتر بشیم باید از امیال و خواسته های هم با خبر باشیم و اگه هدف بیشتر عاشق هم شدن و عاشق موندن هست باید بدونیم طرف مقابلمون چی میخواد ولی اگه برعکس باشه ما همیشه اونا رو داریم راهنمایی نمایی میکنیم که بفهمن ما چی میخوایم و یا میخوایم چی کار بکنن نه اینکه آه نه ببخشید خواهش میکنم نه هل نشو. نشو یه سوسی سستی که داری دمو درش میکنی <تصفح> 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 اینو میخواستم نوع بیان خواسته خیلی مهمه اگه به صورت طلبکارانه عنوان بشه امکان اینکه پارتنر یا همسرم به ما نزدیک بشه رو از دست میدیم و اونا رو از خودمون دور میکنیم ولی برعکسش اینه که ببخشید یه کرده داره از این میره آره ولی اگه برعکس باشه ما اونا رو راهنمایی نمایی میکنیم که بفهمن ما چی میخوایم و اونا رو هدایت میکنیم که آقا این کاری که ما میخوایم انجام بدیم و لطفا انجام بدن یا مثلا بفهمن که ما چی میخوایم نه اینکه التیماتوم بدیم وقتی درخواست میکنیم ارزش و توانایی های طرفمون رو تایید میکنیم و بهش میفهمونیم که با قابلیت هایی که داره میتونه کارهای با ارزش و پرمعنایی بر ما انجام بده یعنی حالت توانبخشی بخشی ایمپاورمنت یه تم اونطوری توش داره این برای کدوم بود برای کلمات نه آه oh, برای. هامبلورت. برای. برای. مثلا حالا مثالی که بود حالا من خودم زیاد با این ارتباط برقرار نکردم ولی مثالی که بود مثلا میگفت امکان داره اون پیتزا اون پاستا خوشمزه که همیشه درست میکنی یا درست بکنی تا اینکه بگی ای بابا مثلا دوباره مثلا آج خانوم مرمان بیا پولو درست, درست, درست کرد اه کی بود آخرین باری که مثلا همچین غذای درست کردی یا <تصفح> <تصفح> آب گوش خواستیم خب خانوم مثلا چیز بزنی زبان بعدی که ایلن. من خودم دماغت عجیب بزرگه خب زبان کاش ما آب آورده و زبان بعدی که من نه نه بشین 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 نمیخوام آب نه آب کاش دیگه خواسته بودن خب بریم سر زبان دوم شما اگه تو گوشم هم نکنی زبان نمیگیرمش خب میذارم خب تو میخوای نه میذارم نه میذارم زبان دوم وقت کوالیتی تایم وقت با کیفیت گذروندن با کیفیت یعنی آخرین بخشی که امروز بخوای بگی آخرین بخش امروزه بره. درست اه... که میگه که مثلا تماشای تلویزیون و فیلم حساب نمیشه اه... وقت گذروندن این یه چیزی که مثلا من خودم خیلی باش مشکل داشتم و حالا بعد خوندن این داستان و حالا فهمیدنش اون جرقه واسم خورد مثلا میگه که اون نتفلیکس و اچ پی او که تمام تمرکز شما رو دارن نه همسر و پارتنرتون که با هم نشستین داریم اون فیلم رو من خودم مثلا همیشه اینطور بودم که آقا الان که مثلا داریم فیلم می‌بینیم یا کوالیتی داریم مثلا نظر انجام می‌دیم یه پیتزایی می‌خوریم یه کاری می‌کنیم نشاستی پیتزا هم باشه که دیگه اصلا دیگه عروسیه آره آره هر چی خیلی بیسیک چی گفت کارو گفت بذار بگه بقیه‌شو آره اونا که حواس ما رو به خودشون جمع کردن نه ما همسرمون به هم یا پارتنرمون به هم درستش اینه که مثلا تلویزیون خاموش کنیم 20 دقیقه چشم در چشم با هم صحبت بکنیم که این خودش خیلی, خیلی سخته. سخته. ولی شدنیه ما بگو بگو نه بگویم. میخواستم بگم که ما اینو امتحان کردیم و واقعا سخته 20 دقیقه چش تو چش؟ آره چون عادتت این بوده که روال دیگه تلویزیون روشن میکنی اون یه حالت نویز پس زمینه نویز پس زمینه یه حالت لوبریک رو آب میکنه حالا لوب همینطوری اینطوری دیگه اینجا نداشته باشه یه ولی عادت میکنید مثلا بعد چند سال مثلا مثلا زندگی مشترک حالا بخوای دیگه اون نباشه بخوای 20 دقیقه فقط با هم صحبت بکنی بعضی وقتا اصلا هیچ تاپیکی نمیاد تو ذهنت هیچ موضوعی نمیاد که اصلا اصلا چی داریم با هم بگیم اصلا بعدی هم بهت میده دیگه مثلا ما این هر وقت با هم ازدواج کردیم الان نمیتونیم راجع به یه مثلا موضوع مشترک اونجا صحبت کنیم رابطه مرده صحبت حالا <applause> <آنه. تصفيق> <applause> این صحبت رو در روی که میگم من یه چیز داشتم میخوندم ظاهرا میگن از لحاظ روانشناسی دو تا خانم که با هم صحبت میکنن اینا رو در روی هم حرف میزنن خب در صورتی که دو تا آقا که با هم صحبت میکنن اینا کنار هم میشینن و حرف میزنن مثلا الان فرهاد و فرزاد بخوان با هم صحبت کنن احتمال اینکه اینجوری بشینن خیلی بیشتر از اینه که بیان رو در روی هم بشینن در صدی که میگه خانوما که میخوان با هم صحبت کنن میشینن رو در روی هم بعد دلیلش هم حالا دلیل بگی تکاملی داره آره. با. میگه خانوما ها... هورمونی تکاملیه دیگه اینا آره ها چیزه چون مثلا حالا بچه داشتن و توی اون چسبیده بله اینا عادت داشتن مثلا روبروی همدیگه باشند و مثلا همدیگه رو نگاه کنن تو چشمای هم نگاه کنن ولی آقایان حالا چون چون مثلا مواظب باید می بودن که حیوانی چیزی حمله نکنه اینا کنار هم بودن که مثلا کل فضا رو پوشش بدن یا همچین حالتی حرف <applause> جالبی که میزد میگفت شما اگه مثلا از یه خانم یه درخواست داشته باشید احتمال موفقیتتون بیشتر میشه اگه باهاش رو در رو صحبت کنید و چش تو چش درخواست درخواستتون درخواست رو مطرح کنید از اون برای اگه از یه آقایی درخواست داشته باشید کنارش بشینید باش صحبت کنید مثلا راحت تر آره جو بایدن ترامپ هم داشتن صحبت میکردن در کنار هم بودن دیگه رو در رو نبودن بله. در ولی خانم رو به روشون نشسته خیلی اکسیژن این تو کم شد اکسیژن بدید آره بعد مثلا یه اشاره میکنه این, هم دوباره یه یه مشاهده یا مشاهده. یه مشاهده بود که من خودم بهش پی بردم اینه که میگه وقتی میری مثلا رستوران کافی شاپ متوجه میشه که کیا اول رابطه دارن دیت میکنن کیا تو یه ازدواج طولانی مدت هم فقط اومدن اونجا غذا بخورن سیرشن پاشن برن و بازم مثلا من خودم اینو امتحان اینو امتحان کردیم که آقا سعی کنیم مثل اوائله مثلا رابطه و روزای دوستی و اینا روزای دیت اونطوری مثلا با هم باشیم اون شروع هیاهوه باشه ولی بازم کار خیلی سختی حالا اگه کسی کرده یا کسی ترفند خاصی زده به ما بگه یعنی با, با همه اشتراک بذاره ولی مثلا ما سعی کردیم گوشی رو بذاریم کنار هیچی نباشه درست توی تو تصویر و فقط به قولی همونطور که گفتم چش تو چش حرف بزنیم خیلی سخت بود ایجاد کردن اون موضوعه و اون بخوایم یه حرفی راجعش بزنیم ولی شدا یعنی تمرین بود همه اینایی که میگم همش تمرینی یعنی کارهایی که اصلا نه تو ذات ما هست نه از کسی استفاده رو داره نه هیچی تمرین بکنید همش شدنیه و جای امید داره و و یعنی من خانم میتونیم برحال با هم دیگه رابطه بهتر بله شما, که جدا هم بلد. هستید و... بعد اه... یه فوکست اتنشن یکی از گویش هاست که حالا خیلی کم من راجع به صحبت میکنم چون تقریبا قبلا کاور کردم اینو خیلی وقتا زن شوهرها فکر کنن که دارن با هم زندگی میکنن و با کیفیت هم زندگی میکنن چون خونه خوب دارن ماشین خوب کار خوب اینا ولی ولی در واقع فقط دارن من ملانیا ولی ایمان سوزکی خمیاز گرفتی چی گفتی تو؟ وای وای رادیاتور مثل من و ملانیا ملانیا ما مثل شما ملانیا بله میزنه رو دستتون وقتی میخواین لمسش کنید این سری بهتر رو البته آخه فیزیکال تاش نیست دیگه اون ملانیا زبونش چیز دیگه زبونش چیز دیگه و اینم خوب جالبه من خودم هم همیشه چون این کارو رنگ عوض میکنه ولش کن دیگه خب آره مثلا من خودم تا یه مدتی به این فکر بودم که خب حالا مثلا ما داریم با هم زندگی میکنیم میریم میام کار اینا خب این و حالا مدت خوبی هم مثلا با مشکلی نبوده اینا پس زندگی با کیفیت به رابطه با کیفیت پیش رفته با اینا اون تایمی که با هم بودیم به قولی اون کوالیتی تایم بوده ولی این میگه نه اون نیست یا مثلا وقتی که داری با هم حرف میزنی یا پیش میاد که مثلا میشینیم دو نفری با هم صحبت میکنیم اینکه این گوشی ها و این نویز های تو بکراند دور باشن بذاریمشون کنار نخوایم تکس بدیم مثلا من داره همسرم با هم صحبت میکنه ایمان تکس دارم تکس میدم میگم آها, آها, آها آره آره در آخر نفهم اصلا هوشیار نباشم اون آ... آگاهی اون آگاهی رو در آن واحد نداشته باشم خب اون فکر... اون توجه لازم رو به همسرم نمیدم و خب اون <تصف> که زبانش زبان آ... کوالیتی تایم و وقت گذروندن با کیفیت رو من نمیتونم صحبت بکنم و خب طبیعتا اینشون ناراحت میشن نارا این فکر این داره. گوشی و این حالا چیزای مختلفی که وجود داره خیلی رابطه آدما رو را از هم دیگه دورتر میکنه دیگه به قول توی بک‌گراند نویزی که ما ها بهش عادت میکنیم و نمیدونیم که چقدر میتونه مخرب باشه توی ام. طولانی مدت اون چیزی که گفتی حالا توی رستوران که میری مثل اوایل رابطه صحبت کنیم و اینا نمیدونم واقعا چقدر شدنی باشه تو هم گفتی کسی اگه تونسته اطلاع بده در این حد که آدم یه وقتش شک میکنه که اصلا میشه همچین چیزی یعنی خب حالا اول رابطه تو حرف داری دیگه بالاخره از گذشته داری نمیدونم دارید خاطره تعریف میکنی از آینده میتونی بگی ولی از یه جایی به بعد انگار همه توی یه یه مسیر یه لوپ تکراری میفته و انگار چیز جدیدی برای عرضه کردن روی میز نیست برای همین حالا آدما الان که گوشی هست چنگ میزنن به چیزهای دیگه حالا حالا اون که دیگه اکستریمش خیلی تهشه نه ولی چون میره بیرون لزومن حواسش اونجا نیست دیگه حواسش توی گوشیه مثلا خبری میخونه اینستاگرامی میره نمیدونم واقعا میشه یعنی همیشه ما اونقدر مواد در واقع مطلب داریم که در میون بذاریم با طرف مقابل توی بلند مدت نه توی کوتاه مدت توی کوتاه مدت رو میگید همیشه شدنیه میشه همچین چیزی من ببین رابطه حالا دوستی رو که نگاه میکنم دوستی مثلا خودمون مثلا پسرونه خودمون نه رابطه عاطفی این اینطوری میمونه دقت کردی مثلا ما میریم بیرونم با همدیگه میگیم میخندیم آره طرف تازه همیشه هست ولی نمیدونم چرا میگیم که موقعی که عاطفی میشه طرف تازه وجود نداره البته ما همه هفته یه بار میبینیم این خیلی مهمه من تو هر روز ببینم یه حال ما اصلا با هم میخوره نه صد درصد فرهاد خود خدا هر روز ببینم نه فرهاد گوگولیه هر روز ببینیم فکر میکنیم حالا اینطوریه رابطه های عاطفی هم هست که مثلا دوست دختر دوست پسرن و شاید اونقدر هم دیگر رو شاید نبینن یعنی <applause> میکروفون شما صحبت کن <تصفيق> <تصفيق> من صدا بلند واقعا می <applause> تو نگران نباش <applause> خب زیاد هم دیگه نبینم نه میگم اونا شاید اینطوری باشه شاید اونا بتونن اون رابطه رو هنوز نتونن نگه دارن یعنی شرایط یکسان باشه بین رابطه دوستی و رابطه عاطفی از لحاظ حال دیدن همدیگه ولی رابطه دوستی راحت تر میشه حرف تازه براش داشت رابطه عاطفی شاید یکی از دلیلاش این باشه که ما داریم یه سری از چیزهایی که احساس میکنیم یه سری چیزها رو باید پنهان بکنیم مثلا من دیگه صد درصد خودم نشون نمیدم اینطور کازموار بشینم جلوی اون کسی که میخوام باش رابطه عاطفی داشته باشم چون میکنم صد درصد فرار میکنه <applause> برای خب جلو شما ها آدم اصلا براش مهم همین دیگه این مثلا سال این درست این توی بلند مدت این پایداره که تو نه نیست خواهدتا نیست ولی خب آخه اینی که میگی سال یه سوال دارم میپرسم آدم. یعنی چیز جواب قطعی نداره میخوام به نظر من نیست به نظر من پایدار یعنی به نظر من اگر که یزدی بخواد پایدار باشه باید همونطوری که جلو دوستات میگی میخندی همون جوکای مسخره و شاید زشت و زننده ای که داری استفاده میکنی و بعد بتونی جلوی یه نفر آخی آخی استفاده مقابله هم. میتونی بیاری بحث کنی که آقا مثلا تو رابطه با پدرت هم داری رابطه اون عاطفی دیگه حالا یه نوع دیگه ولی باز نمیای لفظایی که با دوستات استفاده می‌کنی کارایی که تو ذهنت اینا رو جلو بابات بگی بابام چکریم می‌کنه می‌دونی؟ پس حالا باز اینا فرهنگی ها تو فرهنگ ما اینطوری نیست خارجیام نمی میگن بستگی داره ممکنه راحت تو باشي. تو خود مثلا دوستای ما هم هستن کسایی که مثلا پس کردن رو سر باباشون میزنن یعنی میخوام بگم اون ته رنج هم ولی خب خیلی داده پرتن ولی حالا به کلی چیزی که من این بود که اون اولش خب شما یه عالمه حرف برای گفتن داری تجربه نشنیده داری دیگه مم. طرفت نشنیده چیزایی که تو میخوای بگیره ولی از اجه بعد واقعا این توی بلند مدت چی قراره بگی تجربه با همدیگه دیگه بعد آدم انجام آره، بده حالا اینا رو یه سری تمرین ها یه که آره راهکار رو ببینیم شما, شما همش آره، باید اون پکیج خیلی نگران آج <تصفح> خیلی خیلی امروز <تصفح> پیاس خمر خیلی خوش باشا. یکی دیگه از یک دیگه کوالیتی که شما بتونید یه محاوره و مکالمه با کیفیت داشته باشین شما گوش بدی بفهمونی که طرف داره شنیده میشه سوال بپرسی و نشون بدی که احساسات و افکار طرف مقابل رو داری با به قولی با پوست و گوشت و آره، استخون داری درک میکنی گوش فرقو بعد گوش کنی راه حل ندی دنبال راه حل دادن نباشی و میگه که رابطه یه پروژه نیست که واردش بشی به پایان برسونی تماوشه بره برای بعضی ها پروژه هستی که بعضی ها پروژه وار برخورد می‌کنن آره بعضی رفتار ولی میگه مثلا ازدواج حالا به, به نوع عمومیش میگه یه, یه رابطه هست که همینطور باید در جریان باشه همینطور مثلا روش پیدا بکنه همینطور مثلا نقصاناش برطرف بشه و رو،, رو به مثلا رو به پیشرفت باشه ببین اینجا حالا اینو گفتید مکالمه عمیق داشتن و اینا یه وقتایی ممکنه حالا بعد یه مدت تو طرف خوب میشناسی و رو حساب اون خوب شناختنه میدونی فلان حرفو بخوای بزنی واکنشش چیه یا حالا اصلا نمیدونی فلان حرفو رو میزنی فلان واکنش نشون میده بعد انقدر از قبل مثلا تو دلت پر شده, پر شده یا حالا اتفاقای دیگه افتاده تو همونجا اصلا زده میشی و ممکنه دیگه بحث رو ادامه ندی امه. خب این در... حالا این در رابطه با اینا نیست این جوابی که من میخوام بدم ولی به نظرم تو باید در هر صورت تو بزنی یعنی نذاری اینا بمونه و تلمبار بشه چون به هر حال اون تا وقتی که تو حرف نزنی از دل تو که خبر نداره نمیدونه چی تو افکار داره میگذره آره خبر حتی خبر اصلا فرض آره خبر 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 خبرم داشته باشه خب خب هر آدمی یه سری صفاتی داره دیگه اون بر مبنای حالا اون صفات و تفکراتی که داره میاد یه مدل رفتار در قبال اون چیزی که تو داری براش تعریف میکنی رو نشون میده از خودش تو که نمیتونی انتظار داشته باشی اون خارج بشه از خودش در واقع از شخصیتی که داره امه. یه رفتاری خارج از شخصیتش نشون بده حالا بعد یه مدت ممکنه اینا همه آزاردهنده باشه رو اعصاب طرف باشه امه. خب بعد تو دیگه زده میشی دیگه میگی من چرا باید راجع به موضوع صحبت کنم درست من... من حالا گفتی که در هر صورت باید حرف زده بشه اینا اگه انرژی که از تو گرفته میشه برای اون برای زدن اون حرف خیلی زیاد باشه تو ممکنه خیلی بخواید انرژی افیشنت برخود کنی و بگی خب چرا باید این کارو بکنم <تصفيق> 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 میدونی اگه سودی نداره برای من بعد دیگه اونجا سالات بیشتری مطرح میشه که اگه به اون نقطه رسیده شده خب چرا اصلا باید همچین چیزی وجود داشته باشه از سر اجباره از سر نیازه چه نیرویی که از تعهد وقتی به جایی رسیدی که حالا اون صحبت عمیقه نیست اون کیفیت اصلی اون صحبت رو بر نمیاد و تا اصلا قبل از اینکه یه حرفی رو بزنی ممکنه نتیجه گیریشو تو ذهنت کرده باشی که این این مدل رفتار رو میخواد نشون بده جلوی من پس من چرا باید همچین کاری بکنم این همینجا من یه صحبت بکنم این خودش زیاد چیز نیست به نظر من خیلی مفید نیست که تو آره پی زمینه ای داشته باشی و یه قضاوتی بکنی میدونم می دونم من می, می بر می آمار میبینی میاد آره. حالا سوال اینه که چون هر مدل رابطه میشه با خوندن این کتاب و تمرین کردن اینا درست کرد یا یه وقتی این من میخواستم بگم بفرمایید ببین این مشاور خانواده هست من اشاره کار آره. من خب من حرفایی که میزنی قبول دارم و خیلی خیلی پایه ایه. این این مباحثی که مطرح میشه به نظر من و حالا اون فهمی که من نسبت بهش پیدا کردم یکم سطحی تره اونقدر عمیق نمیشه و بیشتر داره به تو یاد میده که زبان طرف مقابل تو بفهمی میدونی این اگر میخوای یه این... چیزی پایدار آه... بمونه یکی آه... از روشاش اینه که تو, تو, تو زبان مقابل زبانه طرف... مثلا یاد بگیری بعد آه... که زبان رو یاد گرفتی مثلا به مراحل مراحلی که تو داری بهش اشاره میکنی برسی یا شاید رسیدن یا نرسیدنش منظور این باشه که آقا تو حداقل بتونی درست بفهمی درست منظور تو برسونی این هم بیشتر داره میگه که مثلا منی که هستم نسبت به همسرم باید چه جوری رفتار بکنم این داره مثلا یه سری آموزه به من میده که آقا تو اول بفهم ت... ت... پارتنرت چه زبانی صحبت میکنه اون زبانو مثلا بهش بده اگه مثلا طرف آدم تاچی باشه و اون زبانش زبانه فیزیکال تاچ باشه ما زیاد فوکسی روی این زبان ها نمی کنیم و این این بحث بعد راهکار داده که چه بفهمی زبان چیه آه... سوال میپرسی نه آقا خود طرف هم اون که ندونه تو می دونی میدون. خب تا میدونی مثلا ببین یکی از راهکاراش خود کویزه شو کویز نه چی او حالا بعدا بگه شاید نخواهد بگه یکی از راهکاراش کویزیه که خودش داره و خیلی آه. خیلی دقیقه یعنی حالا یکی دو نفر هم مثلا اینکه کامنت داده بودن حالا میخونم و اون چیزی هم که تو اینترنت هست و ما با افراد واقعی هم صحبت کردم تقریبا نه از ده نفر اونی که جواب گرفتن تو کویزه واقعا دیدن همونن و حتی پارتنرشون همسرشون هم اینو تایید کرده یعنی یه چیز خیلی راحتی یعنی میتونی بفهمی که تو کدوم این زبان ها رو داری درصد میده یا میگه مثلا تو این کاتگوری آره قشنگ یه پای چارت بهت میده میگه می می که تو بیشتر چارت می... دنیا پای چارت پای ولی بله. بله خب اک... دقیقه ما بر حالا تجربه شخصی من دقیق و نزدیک بوده جوابی که میگه بله. بله. خب این علا... چیزا انقدر چیز پیچیده میدونید میدونی درست ارزیابی کردنش هم خیلی سخته ولی بله بله طرف هم... ممکنه خودش خودش رو نشناسه تو شرایط زمانی پول میخوری ایمان تو شرایط برش. زمانی مختلف به طرق مختلف عمل کنیم یعنی یه پترن مشخص یه رویه مشخص ممکنه نداشته باشه رفتار فرد درست ولی ولی من خودم شخصا این, حالا من این خوب منو توی کاتگوری 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 <تصفح> <تصفح> توی در... گروه گروه گذاشته حالا چیز اون تمرینایی که میگه میگه مثلا سعی کنید تو حرف زدنتون اگه که طرف مقابلتون زبانش زبان عشقش چیز کوالیت تایم با کیفیت گذروندنه آی کانتاکت برقرار کنید تو چشمش بیشتر نگاه بکنید وقتی که میخواد به مثلا یه مسئله رو با شما در میون بذاره شما نمیتونید بهش توجه بکنید اون لحظه اون همی... اهمیت لازم رو بدید پشت ماشینی دارید ظرف میشید. هر کاری میکنید بگید آقا من میفهمم که تو این مشکل رو داری ولی صبر کن مثلا نیم ساعت دیگه یک ساعت دیگه یه چیز خیلی فردا شاید پیش افتاده است که من دارم به صحبت میکنم چی فردا فردا آره به طرف بفهمونی که شنیدی این این نگرانیش رو درک کردی و میخوای که سر فرصت مناسب اینو بازبینی بکنی و میگه که به احساسات گوش بده حالا زودتر هم گفتم سوال بپرسید مثلا مطمئن بشید که منظور طرفتون اون چیزی است که دارید میشنوید مثلا بهش بگید که به نظر میرسه از ناراحتی به خاطر اینکه فراموش کردم فلان کار بکنم درسته یا تایید میکنه یا میگه نه مثلا این اونی نبوده که تو فکر میکنی درسته. و این غیر مستقیم به طرف میرسونه که آقا من داشتم گوش میدادم یه نتیجه گرفتم حالا میخوام دنبال ت... تاییدش یا تاکیدش باشه و اینکه وسط حرف نپرین وقتی که داره صحبت میکنه اینا آمه. این اینم بازم یه موردی که من خودم توش خیلی ضعف دارم و خیلی کار برای بعضی حالا برای شخص من اینطوری که اگه طرف وسط حرف حالا شاید یکی از دلایلی که من کارون که مثلا داره صحبت میکنه یکی داره صحبت میکنه من هی تاییدش میکنم برای خود من اینطوری که اگه من دارم با یک صحبت میکنم یکی سوم و بو کم اینطوری زل دادن چشای من اینطوری که آقا اصلا میشنوی هستی کجایی میفهمی من دارم چی میگم هر از گاهی یه سری تکون بده یه صدای از خود در کن خوبه یعنی به قولی یه, یه نیاز اون کانورسیشن اون برای بعضیا شاید اینطوری نیست یعنی بعضیا واقعا اینطوری که یعنی شنیدم که بعضیا اینطوری دوست دارن که آقا ساکت بشیم بذار من کل حرفمو بزنم بعد اگه چیزی خواستی بگی بگو امه. امه. یعنی من اینو هم شنیدم برای همین میگم که شاید برای بعضی ها اینطوری باشه که وسطش بخوان یه چیزی بشنوند مثل مثلا شخصیش خود من. در ادامه این وسط حرف نپریدنه گفته که تحقیقات نشون داده به صورت میانگین 17 ثانیه طول میکشه تا شما به پنج وسط حرف یکی دیگه خیلی مثلا خوب باشید این 17 ثانیه رد میکنید ولی به هر صورت شما مثلا دوست دارید که یه دفاعی از خودتون بکنید بگید نه اینو درست گفتی اینو اشتباه گفتی ولی هدفی نیست که ما وسط حرف طرف مقابلمون پارتنر بپریم هدف اینه که بذاریم حرفش رو کامل بزنه و ما واقعا با جنودر گوش بدیم و ببینیم که حرف حسابش چیه. اون وسط دنبال این نباشیم که از خودمون دفاع بکنیم یا رفع اتهام بکنیم. یه گویش دیگه گوشه لرنینگ تو تاک است یاد بگیریم که صحبت بکنیم. یادگیری برای صحبت کردن نیاز به خداشکار داره یا سلف revelation اینو خیلی میشنویم که حالا من اینجا خانم آقا میگم اصلا بحثم این نیست که آقایون اینطوری خانم اونطوری هم ولی میگم و رو حساب خودم که مثلا انسان ها من آره خانم ها بیشتر میگن که مثلا این مرد اصلا صحبت نمی کنه حرف نمی زنه یه, یه کلمه مثلا تو خونه که میاد هیچی نمیگه و اینا و نمیدونم که چی تو افکارش میگذره می چه احساساتی داره و اینا و همیشه دنبال اینن که اون نزدیکی بیشتر اتفاق بیفته به هم به هم نزدیکتر بشن از افکار و مثلا درون از از احساسی بشن. آره چون نمیدونه دیگه مثل مثلا یه چیز در است میخواد نزدیک بشه ولی چطور میتونه وقت طرف مقابلش رو به خوبی نمیشناسه اگه زبان عشق همسر همین کوالیتی کانورسیشنه باشه باید یاد بگیریم باید یاد بگیریم تا بفهمی که داریم بهش عشق میورزیم و این خداشکار سازی هم اصلا کار آسونی نیست بعضی ما تو خانواده بزرگ شدیم که بیان کردن افکار و احساسات توش رایج نبوده و حتی سرکوب هم میشده و خب حالا ما خود ما هم که نمی‌کنیم یا حتی خودمون خیلی اتفاق توش افتاده و تجربه شده داریم مثلا بچه اسبابازی میخواسته کلی خانواده با داستان رو بردن صحبت کردن نمیشه اینا بچه حس گناه میکنه بعد بعد این بیان کردن حس نیازش رو یه نوع یه نوع منفی چیز منفی میدونه. منفی, میدونه سرکوب میشه این, حسش یا مثلا بچه عصبانی میشه تا عصبانیتش رو والدن میبینن با شفتار بد میکنن حرف بد میزنن بیان کردن حس بد بچه سرکوب میشه و همه اینها توی بزرگسالی توی اتصال و ارتباط آره توی تو بزرگ ما با خودمون ایلی گوگولیه از یا انگلیسی میگه بعد آره. <تصفح> اون توی بزرگ بزرگ تو, با... تو بزرگ باعث تو میشه که ما اون ارتباط رو با درون خودمون نتونیم برقرار کنیم نتونیم اون اون حسایی که داریم و اون چیزایی که واقعا تو, تو اون میگذر بتونیم راحت بیان بکنیم و تمرینش هم یه تمرین خیلی ساده است منم یه مدت شروع کردم کار کردن بعد نبود دارم. جواب دارم. میگه که تو روز هر اتفاقی که میفته رو مثلا بنویسید که پشت چهار خطا یکی پشت یکی براتون بغزه بنویسید چه حسی بهتون دست داد چند تا ایونت در ماده. روز چند تا رویداد ماده. در روز رو بنویسید و بنویسید چه حسی بهتون دست داد وقتی اون اتفاق افتاد و آروم آروم یاد میگیریم و راحتتر میشیم که احساساتمون رو نسبت به وقایع روزی که اتفاق میفته بتونیم بیان بکنیم میگم همونطور که گفتم خیلی سطحی این داستان واسه اینکه اونقدر پیچیده نیست یعنی وقتی که مثلا همسر من از من میخواد که بگه خب روز چطور بود توی نباشه که من بگم هیچی خبر خاصی نبود بتونم بیان کنم بتونم اتفاقاتی که افتاده رو به زبان بیارم تو کلمات بگنجونم آخه باید یه ذره بالانس باشه دیگه میدینی مثلا اگه روز بعدی داشته باشی شروع کنی بریزی بیرون که فلانی فلان که فلانی فلان که اونم دیگه خفه ولی دیگه میخوای چیز بد بگی این نباشه که مثلا یه دیوار باشی درست نه منطقیه حرف بگی میزنی منطقی خب وقت داریم پنج شش دقیقه دیگه بفرمایید دیگه من خدا فرمان گفتن اوتا فرمان چی گفتن بله تمام هست یکی دیگه هم هست Dead Sea and Babbling Brooks Dead Sea که همون دریای مرده است من خودم تو این کتاب یاد گرفتم دریای مرده توی اسرائیل که توسط در... دریاچه تبریه و رود اردن پر میشه به. و خودش هم به هیچ جایی راه نداره خیلی راکده و به هیچ جایی هم نمیریزه سه دیگه با بر بر. و بابلینگ بروک یعنی میشه نهر پر سر و صدا اینو به آقا و خانومی که حالا یا آقای خیلی آرومه و حالا خانومی که خیلی پر سر و صدا یا برعکسش شباهت میدن و یه اصطلاح رایجه توی روانشناسی و مشابه رو اینا و مثلا اینطوری ای که هر وقت از مرد... یعنی در ادامه صحبت قبلی هر وقت از مردم پرسی چه خبر میگه مثلا هیچی خبری نیست جوابش هم واقعا کاملا صادقانه است چون بر آن به ای نظرش ایک... اصلا آره. خبری نیست خبری نیست اصلا هیچ چیز مهمی نیست در مقابلش همون نهر پر داریم هر چی میبینن میشتن به زبون میارن یعنی میگه که اون کانال بین چشم و گوششون تا زبونشون اصلا هیچ راهی نیست هر چی میاد و میگن و هیچ مخزنی برای ذخیره کردن ای هیچ مخزنی برای ذخیره کردن دیده ها و شنیده هاشون ندارن و همه رو دوستن که همینطور به اشتراک بذارن و اصولا هم حالا بر داده ها اینه که بیشتر این افرادن که خیلی جذب هم میشن و با هم ازدواج میکنن و اول دیت کردم خیلی بر هم دیگه ولی بعد از مثلا ازدواج 5 سال که میگذره دقیقاً چرا حرف میزنی زن نه 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 این خوبه دیدگاه ما من دارم من کازم دارم باز خانوم میگم دیگه نمیتونم اینم نمیتونم بگم از کازم آروم باش بعد 5 سال که میگذره مثلا زنه مثلا حرف میاد میگه آقا اصلا نمیشناسم این شوهرم یا برکس یا برعکس مردم میگه که دیگه اصلا انقدر میشنسمش می می انقدر زیاد با من به اشتراک گذاشته انقدر حرف زده اینا دیگه من واقعا به نه بلکس منظر میگم ممکنه اون کیس... آره بلکس آره, آره. آقا هم میتونه بگه من نمیشناسم خانم هایشون صحبت نمی کنیم. و خبر خوب این توی که مثلا فیلم و, س... سریال های ایرانی که بیشتر دیدیم معمولا آقای خیلی ساکت و بله آقا فیلم سریال داره. یعنی کی یه آدم می سازه من دارم حرف میزنم آقا میزه من منعقد بشه چیزایی که بیشتر دیدیم توی ایران اینه و حالا شاید مثالایی که میزنیم اینفلوئنس شده با همون چیز مرد که تو داری میگی خب دیگه خب دیگه بذار منعقد چون... بشه حرفا خب ما که حالا آگاهی داریم این مثالا بر اون مبنای دیگه ما مثالمون یه مدل دیگه بزنیم دیگه امه. ما دامن نزنیم من من دلیل اینکه اینطوری عنوان کردم این تو خانواده من خودم اون طوری بوده تا الان و <applause> خب باشه اینا استریوتایپ اینا استریوتایپ است من دارم از مثال شخصی خانواده شخصی؟ خودم میگم من نمیذ خانواده خودم هم نمیذ برعکس الکی برعکسش کنی شما بگو ولی من حرفم اینه که خب ما <applause> شما به عنوان <تصفيق> <تصفيق> چیز که داریم نه آخه من دیگه نه. نه. آخه دیدیم دیگه میگم حالا ما میتونیم یه جوره دیگه حرف بزنیم نه ولی خب آخه منم با ایمان موافقم منی که مثلا خودم همینطور بودم نمیگم من این نبودم ولی همونی هم که تو گفتی در مقابلش هم هست برعکس مثلا خانم سکوت میکنه و زیاد صحبت نمیکنه حالا در نهایت میگه که خبر خوب اینه که هر جفتش رو میتونیم تمرین کنیم و یاد بگیریم که به یه موازنه برسیم تمرین کنیم سه اتفاقی که در روز افتاده و حسی که نسبت بهش داشتیم رو آروم آروم بیشتر با هم به اشتراک بذاریم نمیدونم چرا این مثل بالایی شده خب در ادامه هم بوده ولی جفت این دوتا آیتم میگه که این وقتوار کنه بود نه 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 چیزا هم همو نه هم بوده هی اینا رو بنویسید و تا میایین تو بکنه دیگه چون میده تو روزا بیکاره دیگه نشسته مثلا چرا قرمز کی از فرد بنویسم نه سر این آخه برای هر دو طرف شب تعریف کردم اینا چقدر وقت سیو میشه کارو نکنید آقا نه این کار بکنید این کار واقعا جواب داده آخرشام آخرین گویشم کوالیتی اکتیویتیه فعالیت های با کیفیت با هم دیگه انجام بدید خیلی چیز پیچیده‌ای ای نیست انجام دادن و شرکت کردن تو فعالیت هایی که مورد علاقه جفت اگه باشه که عالی یا حداقل یه نفر نه یعنی منظورش اینه که ای نه، مثلا مثلا جفتتون عاشق فوتبال باشید مثلا برید یه مسابقه فوتبال رو تو استادیوم ببینید یا اگه مثلا من عاشق فوتبال نیستم هم همسرم فوتبال دوسته من به خاطر همسرم حتی اگه از فوتبال متنفرم که هستم هم ولی برم این کار بکنم این در دیده همسر من خیلی یک حرکت پسندیده و خیلی براش با ارزشه که منی که این کار اونم کارو در سوشن. مقابل همین کار رو مثلا میکنه دل... آشپزی دوست نداره مثلا کنار شما باید میسید یه بار آشپزی میکنه با با مثلا اگه خوش شانس و و <laughs> میگه که این برای انجام دادن فعالیت های با کیفیت نیازه که وقت بذارید زمان بذارید انرژی صرف کنید همونطور که مثلا برای شام و نهار درست کردن برنامه ریزی میکنیم و وقت میذاریم و اینا که برای سلامت جسممون نیازه برای رابطه و حالا ازدواج و اینها هم این کار و این وقت گذاشتن نیازه سخت هست بله سخته از کار شخصیمون بعضی وقت بزنی بله سخت بله سخت بله باید بزنیم و شاید یه سری کار رو باید انجام بزرگه بله بزرگ این آدم بزرگا که مثلا میخوان از تجاربشون به شما بگن و اونطوری که میدونن دقیقا تو چه مسیر رو قرار بری و تو هیچی نمیدونی سخت است بله سخته ولی خب مشکل ممکنه به وجود بیاد در بله به وجود میاد خب من ولی خطای بعدم همینه دیگه خب. از این کار که خودمون دوست داریم باید بزنیم بله با بزنیم, باعت بزنیم. بزنیم. <تصفح> محض زای دختر رو تو گل چرا باید انجام بدیم ولی با همه این اینا که باید انجام بدیم چون که لذت زندگی با پارتنری که حس دوست داشته شدن رو تجربه کنه و میدونه که من یاد گرفتم زبانش عشق اون چیه رو در آخر به خوبی صحبت کنم داری زمین کنیم آه لوه اوکی او که همطوری چیز کنه زبط کرده باشه داره الان نه اون که میگه دوربین خب خب سه رو داریم آه. خب بعد بعد آره در نهایت اینه که شما بتونید اون زبان رو صحبت بکنید زندگی خوبی داشته باشید و در آخر هم از این مموری ها استفاده میکنید و بعد که به عقب نگاه میکنید میبینید یک دفترچه خاطراتی خوب داری میگید یه دفتر خاطراتی دفتر خاطراتی جمله رو به پایان آره, آره, آره. آره. آره از فعالیت هایی که با هم داشتیم جمع شده امه. بله این بود دو زبان دو زبان از 5 زبان بعدیش میشیم درست حسابی بحث میکنیم راجعش بعد میتونیم بحث کنیم نه یه سری سوال دارم ساعت در نه بیشتر میخوایم که یعنی همین کانورسیشنی باشه مثلا همو آره. کنیم یا حداقل با هم صحبت بکنیم راجع به چیزهایی که فکر میکنیم درست هست یا درست نیست آره حالا آره تو که اون که تو خونده تو بیشتر میری می مثلا سوال شما میپرسی معنای زندگی چیه تو میتونی رو تامین بدی به همه جا چرا اصلا این کار رو باید این کارو بکنی صرفا بر اساس نیاز یا نه یه بعضی موقع آرامش خاطر عمیقتری توشه خب نیاز دیگه خاطر نیازه. یه در واقع یه جوابم نداره برای هر انسان میتونه متفاوت باشه یکی برای حالا نیاز یکی برای از روی اجباره یا از روی حالا تجربه خانواده است دیده ولی خب شاید واقعا دنبال یه جواب نباید باشی تو این جور چیزا وقتی که نه نمیگم دنبال یه جواب ولی پیچیده ای که یعنی حالا بحثش رو می‌کنی بعدا ولی احتمالاً همه‌شون رو میتونید. خلاصه کنی توی نیاز من نیاز نوازا. آره. این بود آره بورز آه آه و فرمیشن و کوالیتی تایم یه با فارسی بگم کلمات تصدیق یا تقکید کننده و گذرندن زمان با کیفیت خیلی هم عالی ببندیم من. من چون که بارد. من, من یه روب دیگه بسوان باشم عزیزانم مرسی که تا اینجا با ما بودید ما توی تمام فضای مجازی اسم ما خودکسته توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر که میخوایم با, با ما مستقیم داشته باشید ما پروفایل دارید توی تلگرام برای پادکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی برمیگردیم دیگه هفته بر قرار نباشی و و نشد نباشه فرهاد اصلا داره من تصمیم نمی نشد اگه بشه من